سوالان من یه سفری بودم، یه مدت خونه نبودم، در 15 روزی وقتی اومدم تهران جلو پنجره خونه وایستاده بودم بیرون رو تماشا میکردم، یه خونه یه دیگه هم چسبیده به خونه ما، دیوار به دیوار بود که بودم مثل ما بود، یه معمار ساخته بود که سه طبقه بود مثل شمالی، حیات اونا دیده میشد. من دیدم که یه ماشین لکنته از این شورلت آمریکایی های اونده انداختن تو حیات این چیز هست، دو تا جوان قولچماغ هم شیرنگ آب و سطل و کف فراوان رو دارای ماشین های میشورن با آب نازنین لوله کشی تهران. من خانمم صدا کردم تو اینا کیه؟ این گفت این جدید اومده، این جای دکتره اومده. یعنی چی جای دکتر بوده؟ خود دکتر اینجا رو رهن داده به اینا، رفته خودش جای دیگه میشینه از دست این پایینی شوفر تاکسیه. من گفتم این سوژه خوبیه ها برای آپارتمان نشینی، میجوری که یه آدم شهری میاد تو خونه که به سطوح میاد اینجا رو و آخر سر مجبور میشن برن التماس کنم خودمون طرف برگرده به سرش بشینه. مثلا این شد در واقع یک نطفه فیلم آپارتمان شماره 13. همه بنگاه ها و تهی مسکن ها می دانند که آقای مشاداری آمنش دست فروش آپارتمانش را دارد. اسکنده واسم بگم این ساختمون شهره آفاقه. کلاسش از شماره شهر خیلی بهتره. تو همین گیرودار نوشتن این بودم. یه بار رفتم سینما، من علیرضا خمسه رو اونجا دیدم خوبه ها، تو تلویزیون دیده بودمش. تو هم میخوره به شهرستانی یه خود همچنین ساده و ساده لوحو اینا بد نیست. بهش گفتم یه دوست جلسه هم اون اومد پای فیلمنامه نظرهایی داد و اینا و به های اینو شروع کردیم. علیرضا خمسه تو تلویزیون خوب نقش خوبی نداشت. ما تا اومدیم پروانه ساخت بگیریم از ارشاد به من زنگ زدن که آیا انوار میگن فکراتو کردی تو اینو میخوای بذاری؟ گفتم که آره خوب میدونی آخه این هوشیار بیداره چه بوده دا اینجوری آخه گفتم که من بلدم چه جوری استفاده کنم. خب آیا انوار چیزی گفته؟ خب نه نه، ولی به حال بگم صمدی فکرشو کرده بود، بگم سلام برسونی بگیر که خیالشون راحت باشه. شروع کردیم و اینم ساخته شد. نمیدونم 10 مورد کاندیدا داشت، 9 مورد چقدر کاندیدا داشت و خود سوالان هم همجوری بود. منطقه اون هیچ کدوم در واقع چیز نشد، لوح و سیمرغ نشد، ولی داشتم کاندیدا زیاد داشتم. آپارتمان شماره 13 همینطور شد و ما در اختتامیه به حال همه جوایز خونده شد. گفتم که این هیچ کدوم نامزدها به عقد ما در نمیان، مثل اینکه اینا بعد تا اینکه اعلام شد که بهترین فیلمنامه رو گرفتیم و بهترین فیلم رو گرفتیم. این حق فیلمنامه به خصوص حقم بود، باید میگرفتم. خیلی زحمت کشیده بوده، میگه 9 تا خانواده تو 9 واحد و میتونم جمع جور کنم که همه هم حضور داشته باشن و همه مؤثر باشن توی این فیلم. خیلی زحمت کشیده بودم. جشنواره پیونگیانگ دعوت شدیم کره شمالی، خمسه به عنوان بهترین بازیگر
جایزه گرفت. فیلم بعدی منم باز دوباره پخت و پزش دست جمال و امید و رپوینا جمال بیشتر گفت آیا فیلم خارجی هستش؟ سه مرد و یک سبد. این بچه هست گم میشه بود چون اینا باید میفته دست قاچاقچی ها بود و اینا با بیا یه فکری بکن اینو ببین میتونی درش بیاری ایرونی بکنی یه بچه گم میشه مثلا بیره دو سه تا مرد میفته گفتم فکر خوبیه این باره بهت میگم این چیزی هم نوشته نبود چون اینکه یه روز زنگ زدم گفتم که ببین من همین فکر کردم مثلا کالسکش از دست مادرش در میره و میاد یه جایی میرسه دست دو تا مرد مجرد و باید نگهداریش کنم به حال تا مادرش پیدا بشه مادرم گم میشه گالیه واسه ما بایدیم نشستیم به نوشتن دو نفر نصفی من همون اول میدونستم که دارم یه کار مفرح میسازم خوشبختانه در اومد خیلی اذیت شدیم و لحظه های خیلی خوبی داشتیم یک دنبال یه بچه میگشتیم که یه دختر بچه باشه خوشگل باشه جذاب باشه باهوش باشه و حدود ده ماهه که مثلا ده ماه تو یک ساله چون میخواستیم به سوارات اونجا هم تو فیلم هم اشاره کنیم بهش اینا من صبح که میمدم دفتر میدم دور تا دور مادران شیستن بچه بغلشونه بچه ده ماهه یه ماهه اینا داره انتخاب اینا بین اینا ماجرایی بودم دلش هم نمیمد بگه نه مادر بر میخوردم اینا باید ترفندی شد عزیزم جانم جانم قشنگ بود و اینا عکس گرفتیم بچه خیلی خوب پس معطلشون نکنیم از اینا میرفتن بعد که میرفتن همه خلوت میشه گفتم نه هیچ کدوم یا اینکه یه صحنه ای ما داشتیم شهر بازی میگذشت باید میرفتیم با این مدیر شهر بازی هم صحبت میکردیم یه شب فیلم بردارم انتخاب کرده بود محمود کلاری یه شب گفتیم که بریم جاشو پیدا کنیم ما یه بچه ها نامی دادن اوکی شده فقط بودیم خود مدیرش هم ببینیم جاش هم انتخاب کنیم چیزی میخواستیم بسازیم که در واقع تو ایران نبود بازی هم هست شب با محمود کلاری و خمسه را افتیم رفتیم شهر بازی ولی داشتیم راه میرفتیم یا یه دفعه آقای خمسه گفتش که آقا اینو برگشتیم یه بچه و گرندوشه باباشه اینا اینجا میخنده و خیلی بچه شیرین همین خندش شیرین بود و واسه گرفتی که خاطر خواه شدیم و باباش گفتم که بچه تو میاری فیلم بازی کنیم گفتش که چی بگم یه نگاه که یه طرفی نگاهش ما تعریف کردیم که مادر است مثل اینکه اینه دعواشون شده با هم حرفش شده مادر رفته نشسته که نایی باقصه داره ناخونهاشو میخونه مادر اونجا نشسته گفتم خب آقای خمسره که میشناسیم که برای ما ارادت داریم اینا گفتم خب ما معرفی کن من صمدی هم آقای کلاری به خانومت بگو که درخواست بازی دادیم به دختر گل زود نرفا و به خانمش دید و خمسر شناخت و بلند شد اصلا اینگاه نه اینگاه دعواشون شده یا هرچی شده و اگه گفتیم بازی اینا دیگه خیلی هم خوشحال شد و استقبال کرد و اومدن برای قرارداد آخر بچه همونو پیدا کردیم که اصل کاری بود اومدن برای قرارداد توی اون اتاق با مدیر تولید قراردادشون رو بستن اومدن این ور با من خداحافظی کنن با مادر بزرگ بچه اومدن گفتم خب بستی قراردادتون رو گفت بله ما و مبارکتون رو 30,000 تومن قرارداد بسته بودن بعد گفتم ببینم قراردادتون رو قراردادشون این نگاه کرده و پاره کرده گفتم این اصلا بی خیال گفت یعنی چی آقای صمدی گفتم که حالا اگه آقاتون اینجا بودن باش دست میدادم به جای قرارداد ما شما اگه هر لحظه یعنی فرض کنید دو ماه قرار داده یک ماه و نیمه بعد یه روزی بگین نمیدم بچه همون هیچ کاری نمیتونه کنه هیچ دادگاهی هیچ نمیتونه به شما زور بگه که باید بچه تو بچه همون نمیخوام بدم
اون وقت این همه سرمایه و زحمت ما همه به هدر رفته. بیا شما مثل خواهر من به هم قول بدیم که تا انتها وامیستید که بچه فیلم تموم شه. هر طور شد ما راه میایم باهاتون، اذیت نمی‌کنیم، چه نمی‌کنیم، ولی واقعا یه روز نخواهید بیاید هیچ نگوردید. گفت من خواهرانه بهتون قول میدم، خیالتون راحت بشه، از طرف همسرم هم قول میدم، اینا دوست داریم، برامون خیلی یادگاری خوبیه. گفتم ممکن وسط کاری و فرض سرما بخوره یه طوری بشین بچه استراحت میدیم بهش، میگم تحمل داشته باشین فیلم تموم شه، بعد ممکن بیتابی بکنه تو فیلم یهو گریهش بگیره، شب از خواب بپره، از این چیزا داره های بچه اینا. و همه رو پذیرفتم دیگه و این چیزا هم داشتیم. ما واقعا این بچه سرم تو اون فیلم در واقع بلند شد وایساد راه رفت، برای اینکه اونقدر تنوع مکان داشت، هر روز یه جا بودی با این همه آدم باش مثلا بازی میکردن، دیالوگ برقرار میکردن، چه میکردن اینا، این بچه خیلی به هوشش کمک شد واقعا. به سرعت رفت، اصلا مادرش باور نمیکرد این راه رفت، این بچه پاشون راه رفت جلو چشمون. و پس اونم فیلم با برکتی بود و اونم خوب فروخت و خدا رو شکر. سر نندازن، بچه مادر میخواد. نگاه نیمه بچه چه وضعی برامون درست کرد؟ خدا رو شکر اون موقع های اتفاقایی میافتاد، دوره‌ای که شما بودین آقای بهشتی بودن، خیلی الان دیگه نمیافته. مثلا آقای بهشتی زنگ زد دفتر ما، خود چی کار میکنی تو؟ کاربار چی؟ گفتم الان چیزی در دستم نیست، تو فیلم سازی باید فیلم بسازی اینا، یه فیلم نامه است من میفرستم واسه، ببین دوست داری بسازیش، اینو بساز، دوست داشتی اینو به من خبر بده، من باش با میفرستم واسه. یه فیلم نامه اومد به نام بساب دمرل دیوانه، هم دمرل دیوانه سری که از داستانهای خیلی کهن آذربایجانه، من خونده بودم، صمد بهرنگی هم ترجمهش کرده فارسی، من این میشناختم این قصه رو. آقای سجاده چی نوشته بودن؟ نوشته کنم آقای ایری، ولی حقا مطلب ادانه شد فیلم نامه اون بود، قصه اون بود و چقدر خوب که من خوندمش رو درنگ زدم از خانموشیشون، وقت گرفتم و با حسین زنباف رفتیم پیشش، گفتم آقای بهشتی گفته اینو خوندی بیا پیش من، گفتم تو هم بیا. رفتیم خدمت های بهشتی، گفتم من اینو میشناختم این قصه رو و خوب خوندم اینا، ولی یه بازنویسی باید بکنم. گو باشه بساز، فقط آرنولد نشه. گفتم نه، یه بازنویسی میکنم و میشه. و منطقه الان ما وضعیت هم یه جوری که تازه دفتر رو انداختیم، سرمایهش رو نداریم. های بهشتی گفتن که ما میدیم. یعنی اینکه اون سال ارشاد فارابی تمام هزینه این فیلمو داد، نه بلاعوض، همه هزینه شو داد که ما رو اکرار بهشون پس بدیم، که پس دادیم. اون فیلم هم خیلی خوب فروخت. اون سال از یک قهرمان کشتی فرنگی آسیا، علیرضا لرستانی استفاده کردیم که یه کشتیگیر بود. حاج آقا زم رئیس حوزه هنری یک کارگاه فیلمنامه نویسی راه انداخته بود و اینا کارگاه های مثلا ما را ملودرام بودن، کارگاه دفاع مقدسی بود، طنز بود، چه بود، و جلسات هفتگی داشتند و از یه عده‌ای دعوت کرد که بیاید توی این کارگاه ها باشید. منم توی کارگاه طنزش خواسته بود باشم. یه جمعی بودیم، بودم مثلا من بودم، آقای
ایرج تهماس بود، حمید جبلی بود، علیرضا خمسه بود، حسن پور بود. ما عضو این کارگاه بودیم، منم شدم مدیر کارگاه، مدیر کارگاه طنز. هر هفته جلسات داشتیم که خیلی کارگاه خوبی بود. یعنی دوباره هم می‌شستیم و اول طرح‌های از بیرون هم می‌اومد، یا بچه‌هایی که عضو کارگاه هر کارگاهی بودن طرح‌های می‌آوردن و توی این کارگاه خونده می‌شد، یا مثلا طرح‌ها اگه زیاد بودن بودیم خونه می‌خوندیم، هفته بعد می‌آمدیم روشون حرف می‌زدیم. و تا اینکه یکی از این هفته‌ها آقای خمسه یک خاطره تعریف که بیشتر خاطره تعریف می‌کردیم و می‌خندیدیم، یارو میشه آیا کار طنز در بود. و حتی سفر داشتیم، مثلا رفتیم کیش و اونجا هم جلسه می‌ذاشتیم. یکی از خاطراتی که آقای خمسه توی جلسه تعریف کرد شد دستمایه یه فیلمنامه‌ای که اولش خمسه و حسن پور مسئول شدن بنویسن، راستش در نیومد، مثل اونجور که باید، یعنی فیلمنامه در نیومد. یه بعد هم نمایشنامه رادیویی بود، بیشتر دیالوگ بود. بعد من صحبت کردم، گفتم من اینو حاضرم بازنویسی کنم خودم، به شرطی که خودم بسازم. آقای زمم گفتش که باشه، تو فیلمنامه‌شو بنویس، ما هم حاضریم سرمایه گذاری کنیم، خواستی شریک بشیم باهات، هرجوری برو. مشهور شد. ما توی این آسایشگاه، توی این جامعه کوچک بیمار غمگین افسرده، چطور میتونیم بیمارامونو معالجه کنیم و اونا رو به خانواده هاشون، به اجتماع برگردونیم؟ با استفاده از روش های جدید روانپزشکی ابتدا به بیمارامون خندیدن یاد میدیم، رفتاری که از یادشون رفته. خنده رفتاری که از یاد بعضی از باهام رفته. نمیخندیم، کم میخندیم، ناقص میخندیم، از خندیدن شرم داریم. لابد به این دلیل که میگن یارو سبکسره، یا صبح تا غروب نیشش وازه، هر هر میکنه، کر کر میزنه، از این استدلال. خانم من به فکر افتادم یه قصه ای رو که حالا از کودکی میشناختم، یعنی از نوجوانی، و وقتی فیلم ساز شدم دوست داشتم اینو برای آذربایجان بسازم، سارای رو، قصه فولکلور که آذری بود، که قصه خیلی کوتاهی بود البته، که ما داشتیم با یه دوستی در ارومیه دارم که ادیب، همچنین نیمچه ادیبیه، و با این سوال که بیشیم پروبال بشیم قصه رو بیشتر بازش کنیم، باشه سینمایی من فیلم نامش رو بنویسم، که این کار رو کردیم و فیلم سارای که در واقع قصه یه دختری بود که همه آذری ها میشناسنش، ما تو آذربایجان ساختیم و حدود 4 ماه فیلم برداریش طول کشید، چون خوردیم به برف و بارون و مه غلیظ ارتفاعات ارسواران و جا، و بالاخره حالا تموم شد و فروش خیلی خوبی داشت. یعنی اتفاقی که این فیلم انداخت عجیب بود. خب میرفتم سینماهای شهرستان ها، به خصوص آذربایجان هم سر میزدم. من این فیلم و نسخه آذریشو فقط به آذربایجانی ها دادم، فقط، یعنی اصلا هیچ کدوم از شهرهای آذری زبان نسخه فارسی ندادم و به ضررم بود، ولی اینجوری نمایش دادم و تمام سینماهاشون هم رفتم سر دادم و اتفاقای خیلی خوبی افتاده بود و من دیدم، از نزدیک شاهد بودم که یک پیر مرد 100 ساله رو زیر بغلش گرفته بودن داشتن می آوردن. این اصلا سینما نیومده بود، فقط اسم سارای شنیدو بهش گفتم میبریم سه سارای ببینی اینا، و آورده بودنش. کسی رفته بود تو سالن سینما، کفشش در آورده بود، رفته بود تو کارگرهای سینما کفشه رو آورده بود، کفشه رو کیه بیرون در آورده بود، یا بعد اینجوری اصلا سینما ندیده بود. و عشایر می اومدن از اطراف و اکناف و اتفاق عجیب غریبی تو در واقع اکران انداخت. خیلی فروش
خوبی کرد. خوب تهران البته نه به اون شکل، چون که خوب این رسل نمیشناختن، ولی بسیار تهران هم ما دو سه تا سینما های تهران رو مثل سر پل جوادی و ته لاله‌زار و اینا مثلا اینجا ترکی گذاشتیم و آگهی دادیم که اونجا خوب میرفت. Yadıma düştü her elin baktığına bir güzel düşer. Sen de tekçe benim adıma düştün, nazen de sevdim yadıma düştün. بعد از سارای آقای شفق از من خواست، گفتش که یه برای من بساز. بودم یه قصه دستم، نمیدونم تو بخوای تهیهش بکنی دوست داشته باشی یا نه. خب این قصه رو طرح اولیه‌ش رو خانم کتاین ریاهی داده بود. خب هم ریاهی تو آپارتمان شماره 13 بازی می‌کرد برای من. اون یه قصه آورد و همینجوری موند. تا اینکه رفتم دور سراغ این زن، چیزی که مد نظرم بود. دعوت کردم پرویز پرستویی اومد، پانتا بهرام اومد، جمشید مشایخی اومد. این فیلم شد به نام بانوی من. بانوی من اقبال زیادی نشد. تنها اتفاقی که افتاد تو جشن خانه سینما یک تندیس به آقای مشایخی دادن به عنوان نقش مکمل مرد و اتفاق خوبی چندان براش نیفتاد و فروش خوبی هم نداشت. یک تلفیلم به من پیشنهاد شد. من تا اون موقع تلفیلم کار نکردم، چون نمیخواستم. پیشنهاد میشد ولی قبول نمیکردم، دوست نداشتم. اما این یکی رو گفتم امتحان کنم، چون پهلو به آذربایجان می‌زد که یک آیین که مدتی است در آذربایجان فراموش شده، اینو من پذیرفتم. تلفیلم رو کار کردم به نام تکمچی، برای شبکه که 5 ساختمش و به هر حال جزء بهترین تلفیلم‌های تلویزیون شد. Sizin bu taze bayramınız mübarek, ay özülüz haftaz günü. Haftaz günümüz mübarek, mübarek olsun. خب من یه مدت بیکار بودم. قبلش رئیس کانون کارگردانان بودم 7-8 سال که حالا شد که بتونم برم فیلم هم بسازم. ولی وقتی شدم مدیر عامل خانه سینما دیگه مشکل پیدا کردم واقعا اینی که بتونم ول کنم برم. گرچه دیدم میتونستم این کار بکنم، خیلی تعصب زیادی داشتم، ولی به هر حال 5 سال بیکاری کشیدم تا اینکه شهرآشوب پیش اومد. دفتر محسن علی اکبری اینا با سیما فیلم یه قراردادی داشتن که این شهرآشوب رو بسازن و به من زنگ زدن که در دوره تیموریان میگذشت و من این فیلم رو آقای فریدون دانشمند نوشته بود. یه چیزی حدود 500 صفحه فیلمنامه بود برای من فرستادن. من دو روزه خوندم، به قدری جذاب بود. دو روزه تمومش کردم و گفتم که من کار میکنم. ما اومدیم مشغول ساخت این شدیم. در واقع سه فاز بود شهرآشوب. فاز کاشان داشتیم، فاز سمرقند داشتیم، فاز هرات، که این در واقع در زمان اولوغ بیگ حاکم سمرقند که اون موقع شاهرخ شاه شاه ایران بود و پایتختمون هم هرات بود، اینا می‌خواستن یک رصدخانه بسازن از قیاس الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی. دعوت میکنن بیاد از کاشان، میاد سمرقند و اونجا شروع میکنه به ساخت رصدخانه. ما اومدیم برای اینکه رصدخانه ساخته بشه، تا رصدخانه ساخته بشه که در سمرقند ساخته میشد، گفتیم که بریم هراتش رو تموم کنیم بعد بیایم کاشان و سمرقند رو کار بکنیم. حمید قدیریان شروع کرد به ساخت رصدخانه و ما را افتادیم اومدیم هرات رو بسازیم که در بساب بیابونهای خوجی رو و دکورهایی در شهرک سینمایی.
هرات رو ظرف 5 ماه تموم کردیم. حالا بیایم سمرقند و کاشان رو کار بکنیم. آمین اینا گفتن که تلویزیونیا سیما فیلمیا گفتن که از همینی که الان ساختی بوده 500 دقیقه ساختن. گفتن از این 100 دقیقه در بیار بریم جشنواره فجر، بعدش سریال رو ادامه بدیم. ساختیم دادیم جشنواره فجر، چند تا هم جایزه گرفت سینماییش. جایزه جلوه های ویژه میدانی و کامپیوتری و بصری، یعنی اینا رو گرفت و موسیقیش جایزه گرفت. درویشی، محمد رضا درویشی، موسیقیش جایزه گرفت. که همایون شجریان هم 14 تا آواز خونده. با ساز و بدون ساز. در واقع جوونی هست توی این قصه که صدای خوبی داره، از فارس را میفته میاد تا هرات که اونجا عبدالقادر مراغی رو ببینه که از آهنگسازای بنام جهان بود در ایران، بیاد و شاگردی عبدالقادر مراغی رو بکنه و بشه خواننده دربار. جای این جوونه همایون شجریان میخوند، جایزه‌اش هم گرفت و اینا. بعد ما منتظر شدیم، خبر نشد. در صورت ما یه روزی فهمیدیم که همین فیلم سینمایی که رفت جشنواره و جایزه‌اش هم گرفت، همین رو بقالی‌ها دارن میفروشن، سی‌دی‌شو دارن بقالی‌ها میفروشن. و یه چیزی هم نوشتم که برای مدیران متاسفم، یعنی یه چیزی حدود سال 84 1,400,000,000 تومان خرج این 500 دقیقه شده بود. به همین راحتی سیدیش کرد سیمافی و داد تو بقالی‌ها. من چند وقت پیش دوباره درخواست کردم که آقا این حیفه، الان توی این وانفسایی که تلویزیون دیگه الف ویژه نداره، نمی‌سازه و این سریال الف ویژه بود، اینو اجازه بدیم من بیام دوباره بقیهش هم دوبله کنم، صداگذاری کنیم، چه بکنیم و بریم آنتن برنامه داشته باشیم. 500 دقیقه سریال خوب الف ویژه. آقای دکتر کرمی گفتش که باشه. بعد پس راشاشو نامه نوشته، اینا از سیما فیلم دادن، ما آوردم دیدم و چه اینا دادیم بهشون. گفت من میدم شورا ببینه. خبری که به ما دادن گفتن که آخه الان ما شما میخوام مثلا این چیزاشو میخوام چیکارش کنیم، میخوام چیکار میخوام بکنیم. شما میگی مثلا نمایش ساز ممنوعه، با اینکه نام خونده شده اینجا و اوکی شده، اگه میگی ساز ممنوعه ما یه کاری میکنیم بالاخره، شما بگین چیکار. گفتن نه آخه الان اینجوری شده که انگار که داستان مربوط به یه جوونیه که فقط میخواد به خواننده بشه. گفتم مثلا اینجوری نیستش، بحث رصدخونه هستش، بحث تپ هست، بحث کاشیکاری هست، نمیدونم ساخت مسجد گوهرشاد توشه و این همه مطلب مورد داره. شما فقط میگیم یعنی اصلا نمیدونم چرا در رفتن و جواب ندن، هنوز منتظر جوابشون هستیم و نمیدونم. مرا زین سان کند من شخصی را به آشوب کشان بانگ ما با هشتاد خاتون تشریف فرما شدن. بی نظیر، این روز احساس میکنم به قلم و دوات بیشتر توجه داره. تا حامل امانتی از جانب سلیم نجوای هنرمندان در شب یلدا شهری را به آشون. یه فیلمی ساختم به نام کلانتری غیر انتفاعی. من یه کتابی رو بردم کانون پرش فکره زمان آقای چینی فروشان، یک کتاب به نام پدر آن دیگری که کودک خانواده بود، بردم که بلکه برای کانون پرورش فکری بسازم. آقای چینی فروشان خونده بودن و یک هیئت امناشون هم خونده بودن، به من گفتن که آقا این خیلی کار خوبیه، اما ما الان یک کار آماده داریم، بودجه‌ش هم گذاشتیم کنار، میخوام تولید کنیم، بیانی بساز. چقدر خوب که صمدی میخواد با ما کار رو کنیم، ما هم دوست داشتیم با کار کنیم، حالا موقعیت خوبی از این لطفا. یک فیلمنامه بساب به نام روز امتحان بود، آقای سید مهدی شجاعی نوشته بود. خیلی خوشحال بودم که میخوام فیلمنامه
سید مهدی شجاعی رو کار بکنم. متا اشکالاتی داشت که اگر اون فیلمنامه ساخته میشد قطعا اکرار نمیشد. یعنی یه شوخی تمام و کمال با نیرو انتظامی بود. امکان نداشت نیرو انتظامی اجازه اکرار نبده. من گفتم این نمایش داده نمیشه سید. موقع شاه گفتم اجازه بده من یه تغییراتی بهش بدم. یه شکل شمایلی که بتونه پرواز نمایش بگیره نشون داده بشه. خب باشه. من فکر کردم با کمک خودت یعنی باید باشی حضور داشته باشی. خب این در واقع قصهش عوض شد. شد یه محلی برای خودشون کلانتری درست کردن. یه مش پیروپاتا رو بازنشسته اومدن یه کلانتری ساختن اونجا و یه اتفاقایی میفته تو محله که نمیتونن جمع جورش بکنند و اینا که متاسفانه من یه جایی که خیلی نیاز به کمک سید مهدی شجاعی داشتم ایشون حضور نداشت. نمیتونست یه مریضی دارن، یه سردر میزنن که از گاهی میاد سراغشون خیلی وقتشون خیلی اذیتش میکنه. بنابراین من بی بهره موندم از کمک های فکری ایشون. یه کارهایی هم خودم نمیخواستم سر خود انجام بدم بدون اجازه ایشون. میخواستم امانت داری من بکنم. بنابراین فیلم یک جاهای کمبودایی داره، نقصایی داره که اونجور که دلم میخواست نشد. گرچه یه عده خوششون اومده بود. کلانتری غیر انتفاعی سریال شوق پرواز به من پیشنهاد شد. وقتی دعوت شدم برای ساخت سریال شوق پرواز زندگی شهید عباس بابایی، من خود تا اون موقع کار دفاع مقدسی نکرده بودم. وقتی پیشنهاد شده بود چیز خوبی نبود نپذیرفته بودم. گفتم من چرا؟ گفتن که خب ما فکرم تو کار کنی. فهمیدم که یه دوره با یه کارگردان دیگه این کار رو شروع کردن، یه رقم درشتی هم هزینه شده و اما خوابیده. منتها به حال بنیاد شهید تحت فشار بود که به حال این پول خرج شده و باید پاسخگو باشه. اومده بودن بنیاد شهیدی ها سراغ آقای مجید مجیدی. پس تو صحبت ها فهمیدیم که از آقای مجیدی خواستن، بنیاد شهید خواستن که بهشون مشاوره بدن. یه همچین کار بزرگی هم هست. اینا رو ما شروع کردیم. حالا متاسفانه یه جورایی نشد و خوابید. اینا تو به ما مشاوره بده. با چه بکنیم؟ یه تعداد زیادی فیلم نامه میادن به آقای مجیدی میدن. آقای مجیدی فیلم نامه ها رو میخونه. میگه که اول اینکه اینا رو از این پنجره بندازید بیرون. مشکل اساسی فیلم نامه است. یه طرحی باید بدیم فیلمنامه جدیدی نوشته بشه و کارگردانش هم من میگم. خب آقای مجیدی میان صحبتهایی با فرهاد توحیدی میکنن. یه طرحی در واقع آقای مجیدی با توحیدی میریزن. این طرح به این صورت اگه بشه به سامونی میرسه و یه طرح اولیه نوشته میشه و بعد با چند تا از دوستان مشورتهایی میکنن. سه یا چهار نفر از فیلمسازا رو در نظر میگیرن که در نهایت خوشبختانه میرسن به من. راست حالا به خاطر سابقم و نوع کارم و اینکه خودم فهمیدم که نه حالا این وری هم نه اون وری هم نمیخوام نقش یک آدم دوگم مذهبی رو بهش بدم، به هیچ وجه این کار نمی کنم و نه روشنفکر بازی آنچنان در بیاریم که از این ور بیفتیم. میخوام که یه کاری بشه که در واقع نسل امروز هم کار دوست داشته باشن. خب من انتخاب شدم و با کمال میل پذیرفتم که با
آقای مجیدی و تهیه کننده سریال آقای نوروز بیگی و حساب رئیس بخش فرهنگی بنیاد شهید باشیم رفتیم قزوین، هم با خانومش آشنا شدیم هم با دختر خانومش و پسراش. ضمن اینکه تو این فاصله یک مجله‌ای که نظر دوستان و همرزما و هم قطارا و هم دوره های شهید بابایی حرفایی زده بودن راجبش و خانومش حرفایی زده بودید و من به این آدم علاقه‌مند شدم. من قصدم این بود که واقعا کار یه جوری بشه اون روزایی که این سریال پخش میشه مردم بشینن با اشتیاق ببینن، چون خود منم برام پیش اومده بود قبل از اون فیلم های دفاع مقدسی که تلویزیون پخش میکرد، خب میشستم یه مقدارش رو میدیدم مثلا باز دوباره شبیه اون یکیه که و مردم هم میشیندم که دوست نداشتم، برای اینکه فیلم دفاع مقدسی خوب کم ساخته شده بود، سریال دفاع مقدسی خوب واقعا کم بود برای مردم که دوست داشته باشن داستانش رو تعقیب کنن و اون کاراکتر اون قهرمان دوست داشته باشن. تمام تلاشم رو کردم و این اتفاق خوشبختانه افتاد. حتی یه سری در واقع پیشنهادهای بنیاد شهید و نیرو هوایی رو که پیشنهاد میدن یا تهیه کننده پیشنهاد میدن که این کارو کنی بد نیست تا بکن، گوش میکردم، چشم میگفتم ولی عمل نمیکردم، چون من میدونستم که مردم این بخش رو دوست نخواهند داشت، تکراره و زیادی دیگه منم شورش در میارم، بذار کار خودم بکنم و نتیجه ببینیم که اونی بشه که در واقع مردم میخوان. و این اتفاق افتاد. مثلا همزمان با پخش سریال هم قسمت مثلا 11 قسمتش پخش شد از 24 قسمت رفته بودم یکی این مجتمعه های تجاری جلوی یکی از این بوتیک ها رد می شدم، تلفن من زنگ خورد، مدیر شبکه یک بود، زنگ زده بودم بر نداشته بود، ایشون میسکال من دیده بود، حالا زنگ زده بود که چیکار داری صمدی، اصلاحاتی که بهم داده بوده من اصلاحات رو شمردم براش، بودم ببین آخه یعنی چی 8 مورد اصلاحات داده پخش صدا و سیما. اینجا شهاب، منظورم شهاب حسینیه، مثلا به فلانی میگه اینجوری اونجوری اینجوری به بعد بعدی هم شما گفتن در بیار، خب این در بیارم 2 قسمت بعد که دوباره به همین مورد اشاره میکنم اونا رو باید در بیارم، به چی مثلا میگه که معذرت میخوام، که حالا آقای فرجی هم واقعا همکاری میکرد پذیر گفت کاری نرم، چون بلند بلند حرف میزدم ناراحت بودم از این اصلاحات و میدونستم خوبه، بلند بلند میگفتم نگو یه دو تا جدید جوانایی که جلوی کمی بوتیکا وایستدن دارن میشنون صدای من، اصلا حواسم نبود. صحبت هم که تموم شد بایدم برم یکی گفت آقا ببخشید شما شوق پرواز کار میکنید، خب با این جوان هایی که مده روز و موهای آنچنان رو اینجوری گفتم بله بایست کارگردانش گفتم بایزتون آقا دمش خوکرم خیلی حال میکنید، در جا بغض کردم و هموار. پس این نشون میده که قدرت این سریال و جذابیتش اینقدر بالا بوده که آورده نشوندتش و خدا رو شکر کردم. این چندین جا هم گفتم دیدم من به آرزوم رسیدم، اونی که دلم میخواست نسل امروز ببینه اینه که جنگی که به سر ما اومده این همه خون دادیم و شهید دادیم و چی دادیم و این حرف هایی باید تاریخ این مملکت بخشی از تاریخ این مملکت رو باید ببینه، همجوری از کنارش نباید بگذاریم، ولی نرفتی جنگ نخواستی و این اتفاق افتاده بود خوشبختانه که دیدم به ثمر نشسته. از این بعد ممکنه هر روز هجله‌های تازه‌ای تو این پایگاه برپا بشه، خواهم هوای خانواده هاشون رو داشته باشی، اگه میتونی وقت بیشتری براشون بذاری اینطوری هم برای تو خوبه هم برای اصلا شوق پرواز تموم شد. من خب دلم میخواست که صدا و سیما بازم به من کار بده، چون من الان از اون دست فیلمسازای هستم که اصلا نمیگم چرا سریال کار کنن، از همکارهای من میگن آقا سریال کار نکن، من میگم که چرا، هنر اینه که کار بکنی و
مخاطب انبوه داشته باشی. من سریالم که کار نکرده بودم، فیلم‌های سینماییمو می‌رفتم توی سالونی می‌دیدم که تماشاچی کم نشسته، دلم می‌گرفت. من فیلم ساختم به عشق این که مخاطب داشته باشم، سالن باید پر باشه. و روزایی که می‌دیدم سالن پره، یا مثلا بلیط فروختم برای سانس بعدی، اصلا عروسی بودیه روسیسم. حالا تلویزیون هم تو ببینی که آمار بدن بهت که چقدر بیننده داشتی، خوب قشنگه، چرا کار نکنیم؟ سریال خوب کار بکنیم، مخاطب خوب داشته باشیم، خیلی خوبه. تا اینکه آقای بهروز رضوی تهیه کننده یک سریال به من پیشنهاد داد که به نام چهره به چهره، که برادر اصغر فرهادی نوشته بود، سعید فرهادی. من خوندم خوشم بود، گفتم هم طنز هم جذابه و طنز جان من بخندم نیست. اینو شروع کردیم تا پای پیش تولید و اینا نزدیک کلیدم رفتیم. یه دو ماه مونده بود به عید که اینا گفتن که آقا شبکه پنج میگه به جای این یه کار دیگه 14 قسمتی داریم. این 30 قسمت بود. یه کار 13-14 قسمت داریم، برای عید ماه برنامه نداریم، اینو بسازیم. بعد بلافاصله همین گروه بیان چهره به چهره رو. اون سریال اسمش هفت سین بود. من با اینکه دوست نداشتم ظرف دو ماه بیام 14 قسمت بسازم با دو بودو، بعد تاریخ آنتنش هم مشخصه، 30 اسفند بیره رو آنتن، من چیکار کنم اینو؟ اینجوری گفتن اینجوریه. از طرفی مشکل مالی هم داشتم. اگه این کار نمی کردم، از کجا معلوم که حالا بعد از عید این دوباره راه بیفته که من بسازم که چه چیزی تضمین شده هست هستم اینجا. گفتم آره میسازیم باش. به رضوی هم گفتم آره به هر حال. بنابراین این بساز تموم شد بلافاصله اون. ما اونو ساختیم برای عید بودو 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 بودو. رسوندیم به آنتن، اون یکم ساخته نشد. چهره به چهره مون. و حال چی شد؟ گفتن نه خود مشکل داریم، حالا فولا رو یه به همین چه سادیکی من فکر کنم تو بگی نشد تو نشد. دیدم اقلا تونستم شنتر قاد اینجا بگیرم این قسطامو بدم. خب هفت سین مورد علاقه من نیست. گرچه دیده بوده بچه بوده قشنگ ساخته شده. گفتم نه. این نکاتی بود که من باید خیلی قشنگتر بهش میپرداختم. خب وقت نداشتیم. اینم از سریال هفت سین که اینجوری شد. اون چهره به چهره هم هنوز بیدار نشده، خواب هنوز وقت دوست داشتم اون کار بکنم. بعد من از اونجایی که سالها بود دنبال ساخت یک رمان بودم که تو کمتری غیر انتفاعی هم اشارهش کردم که بردم به کانون پرورش فکری پیشنهاد دادم، پدر آن دیگری. خب کانون پرورش فکریم که آیا چین فروشان عوض شد و موند یا بعد این هنوز مونده بود. من این کتاب رو امتیازش رو خریده بودم از نویسندش و دوست داشتم یک کار کودک خانواده بود، کار جدیدی بود یک کار انجام بشه. بالاخره افتادم دنبال این که اینو بسازم. رفتم دنبالش رو پروانه ساخت گرفتم. 50% فارابی، بالاخره آقای جعفری چهره گفت ما شریک میشیم. 50% دیگر هم من با بهزیستی صحبت کرده بودم و خونده بودن فیلمنامه رو و خیلی خوششون اومد و به به چرچه کرده بودن اینا و فلان حتما. و بعد گفتم خب دیگه حل دیگه، 50% رو بنیاد فارایی میده، 50% هم بهزیستی، من دستموزی برمیدارم و میسازیم. رفتیم رسیدیم به کلید و بخش از فیلم برداریمون هم انجام شد و رئیس بهزیستی عوض شد و من موندم و این جماعت که دارن کار میکنن باید دستموزشون رو بدن. خودم پول نداشتم که دیگه. به بچه‌ها که هنوز طلب داشتن از فیلم گفتم که اجازه بدید من رو اکران تقدیم میکنم. اینا اگه ما رو قبول داریم و ریسک رو میذارید بره بچه‌ها افتاد در این حرفا چی باشه و الان بیکارم.